مردم شریف و عزیز، سلام بر شما. مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گزارش داد که در مجلس پارلمان یادم گفته که برادرزاده در اسارت حماس است. برادرزاده صدر اعظم اسرائیل. وال استریت جورنال بالاخره از رئیس جمهور بایدن به عنوان رئیس جمهور جنگ یاد کرده، و ما شما میدانیم که به خاطر از اینکه جنگ امریکا را خاتمه بده، با چه زلالت و با یک رفتار غیر مسئولانه افغانستان پشت سر گذاشت، حال لقب رئیس جمهور جنگ گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقاماتی که در داخل ایران است و نامش نگرفته، اطلاع داده که ایران در مدیریت جنگ فعلی در غزه سردرگم است. ما نفهمیدیم که رویترز چه خواهد دیده. وقتی که ایران سردرگم باشه، دیگه چه خواهد بود؟ خب برحال از خبر اول شروع میکنیم که مرکز اطلاع رسانی فلسطین ادلا داد که برادرزاده نتانیاهو هم در جمله اسیرای اسرائیلی است در تونلای حماس. خود نتانیاهو در سخنرانی خود در جلسه کنست نمایان پارلمان که از طریق شبکه اسرائیلی نیوز 24 به طور زنده پخش می شد، شبکه عربی هم بر نقل کرده، اعلام کرد به اعضای پارلمان اسرائیل که نه، شما ببینید برادرزاده ما در جمله اسیرا است. ای در وضعیت است که ای آدم مظلوم نمایی میکنه و یک تشکل ذهنی ایجاد میکند دوباره که یک چهارم مردم اسرائیل آل به دنبال مهاجرت و اخذ تابعیت از دیگر کشور هستند. یک رقم تیت شده روان است. وزیر خارجه امریکا در برابر یک سوال که بعد از پایان جنگ غزه را چی کسی اداره میکنه، گفته که خود دو گپ است. یکی که حماس نمیتونه مثل گذشته قادر به اداره غزه باشه بعد از این، یک، و دیگه ای که کاری را که تا حال انجام داده بعد از این تکرار کرده نخواهد توانست. یعنی چنان زده میشه، ناتوان میشه که از توان میفته، خلاص میگه. اما از اسرائیلیا ما شنیدم از رهبرایش که هیچ تمایل به اداره به اصطلاح به رهبری و اداره نوار غزه ندارن. خب پس چی؟ او را هم نمیمونن که نمیشه و ای هم تمایل نداره. یعنی خطرناکترین خالیگاه دوباره در برابر اسرائیل در کنار اسرائیل. خب میگه خب به هر حال اجازه نمیتن که در موقعیت قرار بگیرن که دائما در معرض تهدید از همین نقطه باشن. خیلی چی میکنن؟ توان یا جرأت اشغال دائمیش ندارن، حماس هم نمیمونن. یعنی مو نرمگردن های راملا بیان در اینجا، این محکوم به شکست است. امیال ما به عنوان ناظر عادی امیره میگیم. خب باید میگه اطمینان حاصل شده که حماس دوباره ای کار کال انجام داد، انجام داده ندانه. خب بازم ای به این معنی نیست که غزه در کنترل اسرائیل باشه. میبینه سردرگم میره؟ یک اینطور نباشه، اوتور باشه، اینطور شد و اوتور نشه. اینا درگیر یک جنگ شدن که هر نوع محاسبه در واقع یک روز بعد یا دو روز بعد و ضد محاسبه تبدیل میشه. خودش میگه ایده های متفاوت است، ببینیم در آینده چی میشه. وال استریت جورنال میگه خب بایدن که میخواست به جنگ های همیشگی امریکا خاتمه بده، بیشتر خودش شبیه به رئیس جمهور جنگ شده. راستی دیگه حال کل چیزها را آورده در خاورمیانه و جنگ، در اوکراین جنگ.
از افغانستان که اینا برآمده بودن به خاطر سال نبرآمد، به خاطر شروع یک جنگ دیگه برآمدن که آن در دو جنگ گیر افتادن. درگیری بین حماس و اسرائیل دومین درگیری در دوره بایدن است و البته بعد از اوکراین. دینمی دو جنگ امریکا قدرت و اعتبار خود که همیشه سرمایه گذاری کرده بود سرش به نام هر نام دموکراسی هر نام شک میمونن از دست داده. درگیری های خارجی توجه دولت به خود جلب میکنه به خاطر از اینکه میتونه کمپاین انتخابات که قریب الوقوع است تحت شعاع قرار بده و تمام منابع امریکا را در کل که متوجه مقابله با چین است در جنگ اوکراین و خاورمیانه خرج بکنن. یعنی به حساب مردم ما شما امریکا دیگه دمی جنگ از کمر میخوره. ایتور دیگه وقتی بود چنگ منداخت یک کشور را میگرفت تمام منابعش را میلوشید آل او ترنیز جای نمونده کس نمیمونه. متوجه میشه چیز مهمی رو متوجه شدن. خب اول هم شیوه خروج غیر مسئولانه از افغانستان و بهانه ختم جنگ امریکا بود. حالا دوباره به خاور میانه با قوای عظیم همراه با کشتی ها و F-35 و پاتریوت آمده. ای به این است که یعنی امریکا در دور باطل جنگ هایی که ایجاد کرده بود باید بچرخه. در این طرف سیستما به اصطلاح سامانه های پروپاگندی بیشتر مطرح است که لبه تیز خود متوجه ایران میکنه. خبرگزاری رویترز بدون از اینکه کدام استناد نشان بده نوشته کرده که برپای اطلاعاتی که خبرنگاران در جریان گفتگو با نو مقام آگاه ایرانی کسب کردن نشان میده که ایران به عنوان یکی از حامیان حماس در تلاش برای مدیریت بحران دچار سردرگمی شده است. شما در این باره چی میگید؟ این کشور این نظام از امو بعد به تولد خود اینمی رقم جنگ اینمی رقم مدیریت بحران و اینمی رقم بحران آفرینی را شعار داده تبدیل به سیستمش شده. یعنی این کشور چطور میتونه سردرگم باشه؟ دینمی کاری که میکنه در خاورمیانه این جنگی که مدیریت میکنه از حماس و حزب الله و از طریق سوریه. من شخصا به درستی اینمی گزارش رویترز شک دارم. یک پروپاگاند خاص در شرایط خاص میتونه باشه. ایران در این جنگ تنها چیزی که نداره سردرگمی است. متوجه میشه؟ در هر چی سردرگم میتونه در این کار اصلا تمام استراتژی و سیاست ایران مدون تنظیم شده و عیار شده از دینی استقامت. اصل قضیه است که اسرائیل سردرگم شده، امریکا سردرگم شده، اصل اروپا سردرگم شده. اصل قضیه است. حسین امیر عبداللهیان با تازگی اولتیماتوم علنی داد خطاب به اسرائیل که اگر هجوم در غزه متوقف نکنی دست ما روی ماشه است. این سردرگمی است. خب اما عبداللهیان یک دیپلماتی است که صبح یک سخن میگه، ظهر یک سخن دیگر میگه، شب یک چیزی رو میگه که با دو گفتهش در دو زمان متفاوت عین روز سر نمیخوره. این دیپلماسی است، دیپلماسی پیچیده جنگ است. چنانچه ساعت بعد نماینده ایران در ملل متحد باز بعد از او در اصلاح سخنان عبداللهیان گفت که نه نیروهای مسلح ما در صورت درگیری چطور نوار غزه مداخله زمانی میکنیم که اسرائیل
بر منافع ما و شهروندان ایران حمله کنند. دیگه غرض نداریم. خب منافع شما کجاست؟ منافع شما غزه است. خب دیپلمات هاست. در ملل متحد یک چیز میگن، عبداللهیان دیگه چیز میگن. اینا به معنای سردرگمی نیست. یک بازی امانگ شده است در شطرنج جدید. خب بسیاری خوش میشن که والا اظهارات به منزله عقب نشینی جمهوری اسلامی از فاز حمله مستقیم، یعنی به اصطلاح به استقامت حاشیه است که میترسه در یک گوشه پناه میگیره که حمله مستقیم بالایش صورت نگیره. وقتی که کشور میاد سه جبهه باز میکنن و التیماتوم رسمی میدن، ای دیگه از حمله مستقیم مگر میترسن؟ یا کمکی بازتر که ببینیم، ای جنگ محور ایران، چین و روسیه از حال محور شرارت جدید میگن. خود مطبوعات امریکایی این محور جدید از حمله مستقیم نمیترسن. اینا خودشان حمله کردن. این عقب نشینی نیست. بعضی کارشناسان خوشخیال که قیاس میکنن بازی در شطرنج تبلیغات روزانه است. خب ظاهرا آدم های موهومی مثلا بر روی طرز گفتن که بله ولی ایران در فاز مداخله مستقیم در جنگ هم با چالش های جدی مواجه خواهد شد. چطور چیکار؟ ایره کارشناسان میگن که بیشتر در خط سیاست های امریکا و اسرائیل هستن. خب میگن به خاطر از اینکه هر گونه تهاجم نظامی ایران به اسرائیل که چون از حمایت امریکا و اروپا برخوردار است بسیار تلفات و سنگین میاره. چطور چیکار؟ ایران نیازی به حمله مستقیم برای اسرائیل نداره الا اینکه خود اسرائیل قدم اول برداره و من شک دارم که این جرأت بکنه. چرا من شک دارم؟ به دلیل از اینکه در این شرایطی که سه جبهه نیابتی را بیخ گلویش رسانده، او چی گفته حمله مستقیم مثلا انجام بده که چی را به دست بیاره؟ که بهترین کمال خدا باید نشان بدن که حزب الله را از میان بردارن، جبهه دامنه های پایینی جولان سوریه را خونسا کنن و همچنان غزه را کاملا پاکسازی. ای اولویت داره. میبینید که اینجا اشخاص فرضی که روی تر از او صحبت میکنن یا ایران را نشناختن یا موقعیت متغیر امریکا را. موقعیت متغیر یعنی چی؟ امریکا سیاستش سیاست یک تاجر است. امریکا یعنی تاجر. اینا رو شما تصور بکنین تاجر در چی وقت جنگ میکنه؟ اصلا تا دقایق 90 خو نمیخواه به جنگه و جنگ هم که بکنه میسنجه که این جنگ خرچش چقدر است، عایدش چقدر است. خب خبرگزاری رسمی ایران به نقل از وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که ما با دوستان ما یعنی حماس، جهاد اسلامی، حزب الله در تماس است. اونا انتظار ندارن که ما وارد عملیات نظامی شیم، یعنی کافی است. یعنی در واقع میخوای بگویی که سه ایران در اونجا در جنگ هست، چه نیازی از حرکت از تهران و کوههای زاگروس هست؟ هیچ. اینجا اوی ملامت امتی یک نام است، افسر اطلاعاتی پیشین اسرائیل است. این نام های ایبری هم بیخی بسیار نامانوس است. میگه ایرانی ها بر سر دراهی هستن. این افسر اطلاعاتی پیشین اسرائیل است از نسل قبلی. میگه در سردرگمی هستن که آیا برای نجات
نجات بازوی خود در نوار غزه یعنی حماس وارد جنگ شوند یا اینکه دست خود از پشت حماس بردارند. شما تصور بکنید که افسر اطلاعاتی ایران اطلاعاتی اسرائیل است، شناختش از ایران به این اندازه است، میگه به خاطر از اینکه ایرانی ها در حال محاسبه ریسکا و خطرات هستند چطور چیکار. یکی مداخله مستقیم است، یکی مداخله که امیال جریان داره در جنگ هستند، خود از اینا مسئله را قاطی میکنن. البته که مقام ایرانی از زمان شروع حمله از لفاظی های شدید علیه اسرائیل استفاده میکنن، دخالت نظامی نمیکنن، میگه دست به ماش است تا امر ثانی. ما کدام دهی کدام ابهامی نمیبینم، ای که تبعیض، چون حمله زمینی به غزه و جنگ با حزب الله شروع نشده و هی به معنای او نیست که ایران دور عقب و هیچ پشت سر خود نگاه نکنه. هرگز، یک آدم عادی هم این کار نمیکنه. خب، سه منبع امنیتی ارشد اسرائیل و یک منبع امنیتی غربی گفتن که اسرائیل هم خواهان رویارویی مستقیم با تهران نیست، اما میبینیم که وزیر اقتصادش لاف میزنه، نتانیاهو لاف میزنه، لاپید لاف میزنه، میگه قصاب ما خراب است، نزدیک ما نشین. اما در اصل وقتی که در اتاق با هم تنها میشن، هر کس وزن خودم میبینه. خب، اول به کشیده سختی که حماس به صورت اینها زده، اول کشیده رو جبران بکنه، او طرف حزب الله و این طرف هم اردوی مقاومتی عراقی ها که در سوریه آمده. فاطمیون هم در دامنهای پایانی بلندی های جولان است. خب، بنان اسرائیل در صورت به ایران حمله میکنه که اول امریکا حاضر شود، دوم اروپا پیش شود، ناتو همه میگه بگوین و بازی در پناهش. در غیر از او اگر چنین کاری بکنه، معلوم میشه که اسرائیل از هیچ واقعی درس نیاموخته. بس تلفات است و کوشش میشه که اول از تلفات جلوگیری شود. حرف حسابی است که هر با اسرائیل در توان خود ببینه، واقعا اگر در توان خود ببینه در حمله به ایران یا هر جای دیگر، نه شب میشناسه نه روزه، نه تلفات نه حقوق بشر نه میزان تلفات غیر نظامی را و نه هیچ محاسبه دیگر. حتی این مورد است که فعلا نمیتون حالت معلق است، تردید سردرگمی که گفته میشه روی ترس میگه که ایرانی ها دارن، اصلا ایره ما باید معکوس بکنیم، سردرگمی در این طرف است. ما وارد غزه بشویم، اگر شویم چه اتفاقی میافتد؟ امریکا سیگنال میده که داخل نشوید، چون دیپلماسی بر سر گروگان ها بسیار به شکل ماهرانه ادامه داره. سردرگمی این را میگن. تا بعد.